مدودف: درباره شرایط اوکراین هیچ نیازی به مذاکره نیست. دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت روسیه، با اشاره به بی‌فایده بودن مذاکره درباره اوضاع اوکراین تاکید کرد که مذاکرات تنها باید با ارباب‌های دولت کیف در واشنگتن انجام شود. مدودف در واکنش به اظهارات اورسولا فندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا که خواستار اجتناب از مذاکرات یکسان با طرفین دخیل در جنگ اوکراین شده بود، در کانال تلگرامی خود نوشت: مخالفت کردن با فندرلاین در این مبحث دشوار است. قطعاً حق با اوست. وی افسود: چطور میتوان با یک کشور نئونازی نیمه فاسد که با حاکمیت دست نشانده اداره میشود مذاکرات یکسان و برابر داشت؟ مذاکرات تنها با اربابان این دولت یا به طور دقیق تر با واشنگتن امکان پذیر است. هیچ طرف دیگری برای مذاکره وجود ندارد. به باور مدودف، محور این مذاکرات احتمالی نیز باید نظم جهانی پس جنگ باشد. وی تاکید کرد: با این حال خیلی زود است که در این باره حرف بزنیم و به همین دلیل هم اساساً ضرورتی برای برگزاری مذاکرات وجود ندارد. فندرلاین دیروز جمعه در حاشیه اجلاس سران گروه 7 در هیروشیما ژاپن گفت که بین روسیه و اوکراین نباید مذاکرات یکسان انجام شود و سران 7 اقتصاد برتر جهان باید از به اصطلاح طرح صلح ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین حمایت کنند. اوکراین حملات پهپادی گسترده پوتین را دفع کرد. ارتش اوکراین امروز شنبه اعلام کرد که دفاع هوایی کیف با موفقیت یک حمله پهپادی شبانه روسیه را خنثی کرده، اما قطعات پرتاب شده خرابی‌هایی را در پایتخت این کشور به بار آورده است. خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که سرهی پاپکا، رئیس اداره مدنی و نظامی کیف، در پیامی در تلگرام گفت: در شب متجاوز بار دیگر حمله گسترده پهپادی انجام داد. تمامی اهداف هوایی توسط نیروها و وسایل پدافند هوایی ما منهدم شد. هیچ حمله‌ای به کیف موفق نشد. او گفت که سقوط قطعات منهدم شده باعث آتش‌سوزی در یک ساختمان مسکونی در منطقه دارنیتسکی شد، اما این آتش‌سوزی بدون تلفات خاموش شد. این مقام اوکراینی گفت که قطعات سقوط کرده در سه منطقه دیگر هم خسارت وارد کرده، اما گزارش فوری از تلفات جانی در دست نیست. پاپکو گفت که این 11 حمله هوایی به کیف از آغاز ماه می بوده است. در ساعت 12:45 بامداد شنبه به وقت محلی، ارتش اوکراین اعلام کرد که پهپادهایی به سمت منطقه کیف در حال حرکت هستند. انفجارهایی در آنجا و همچنین در شهر چرنهیف در شمال شرق کیف گزارش شده است. مقامات ماریوپول که تحت کنترل نیروهای روس قرار دارد، هم از وقوع انفجارهایی در این شهر واقع در حاشیه دریای آزوف خبر داد. به گفته ارتش اوکراین، سامانه‌های پدافند هوایی در مناطق کیف و چرنهیف فعال بودند. آمریکا و متحدان بالاخره تصمیم گرفتند جنگنده‌های F-16 را به اوکراین منتقل کنند. شبکه تلویزیونی NBC شب گذشته به نقل از یک مقام ارشد در دولت کاخ سفید گزارش داد که ایالات متحده و متحدانش قصد دارند جنگنده‌های F-16 را به اوکراین منتقل کنند. به گفته طرف گفتگوی این شبکه، این هواپیماها لزوماً از ایالات متحده تامین نخواهند شد. آنها ممکن است توسط سایر کشورها به عنوان بخشی از همکاری طولانی مدت برای تقویت امنیت اوکراین ارائه شوند. در این حال این مقام آمریکایی فاش نکرد که کیف دقیقاً چه زمانی جنگنده‌های F-16 را دریافت می‌کند و کدام کشورها آنها را تهیه خواهند کرد. با این حال وی یادآور شد که از این جنگنده‌ها در طول عملیات ضد حمله احتمالی اوکراین استفاده نخواهد شد، چون روند آموزش خلبانان اوکراینی طولانی خواهد بود. تمام آموزش‌ها در اروپا انجام می‌شود، ولی نیروهای آمریکایی به همراه متحدانشان در روند مشارکت دارند. انتظار می‌رود این آموزش تا چند هفته یا آغاز شود و چند ماه طول بکشد. کاخ سفید: استفاده کیف از جنگنده F-16 برای حمله به خاک روسیه غیر قابل قبول خواهد بود. جیک سالیوان، مشاور رئیس جمهور آمریکا در امور امنیت ملی، صبح امروز شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در هیروشیما ژاپن اعلام کرد که ایالات متحده در موضوع تامین جنگنده‌های F-16 برای کیف و آموزش خلبانان اوکراینی برای استفاده از این تجهیزات، از این فرض پیروی می‌کند که حملات با استفاده از هواپیماهای جنگی آمریکایی به خاک فدراسیون روسیه غیر قابل قبول خواهد بود. وی تاکید کرد همه دارایی‌های نظامی که ایالات متحده به اوکراین منتقل می‌کند با این شرط
کلیدی به آنها تحویل داده می شود که دولت آمریکا نه در حملات احتمالی به خاک روسیه کمکی کرده و نه از چنین اقدامی حمایت خواهد کرد. همین موضوع در خصوص حمایت از ارائه جنگنده F-16 از سوی هر کشوری به اوکراین صدق می کند. سالیوان تاکید کرد که مقامات اوکراینی به طور مداوم آمادگی خود برای پیروی از این الزامات را اعلام کردند. وی تاکید کرد که کاخ سفید واکنش مسکو به ارسال کمک‌های نظامی به کیف را زیر نظر دارد تا از تشدید وخامت اوضاع جلوگیری کند. مشاور امنیت ملی بایدن به طور جداگانه یادآور شد که هدف اصلی رئیس جمهوری آمریکا انجام هر کاری برای حمایت از اوکراین و در عین حال اجتناب از آغاز جنگ جهانی سوم است. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان، کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اونو فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.